میرزا قاسمی از اون خوراکای لذیذه که حقیقتا ارزش اینو داره. از تهران ماشین سوارشی بری گیلان و میرزا قاسمی رو میل کنی و برگردی. اینقدر که این خوراک خوشمزه است و این روزا برای فینگر فود و به عنوان اردوف خیلی هم توی مهمونی ها خودنمایی میکنه. حالا این میرزا قاسمی خوشمزه کلی تکنیک و نکته داره. هرچند که گیلانی ها اعتقاد دارن که آشپزی گیلانی رو فقط خودشون میدونن و بس. حالا یه چیزی رو میخواستم بگم، هماهنگی طعم و مزه با بادمجون. مثلا اگر یه کوچولو ما آویشن یا رازیانه توش بریزیم، گیلانی ها هم تصدیق خواهند کرد که بهتر شده. کلی نکته و تکنیک داریم برای میرزا قاسمی که میخواییم به شما عزیزان آموزش بدیم. حالا میرزا قاسمی رو باید بادمجونش رو روی زغال دودی کرد. ما گوجه و سیرم دودی میکنیم توی آپارتمان، مجبوریم که بذاریم توی فر. اگر موافق باشیم با همدیگه بریم این خوراک خوشمزه و لذیذ رو درست کنیم. یک برش بعلاوه روی سطح گوجه ها ایجاد کنید و اینا رو کنار همدیگه توی سینی فر قرار بدید. بادمجونا هم یک طرف دیگه سینی به طور مرتب کنار همدیگه میچینیم و دو تا بوته سیرم وسط اینها قرار میدیم. دقت کنین سطح روی بادمجونا رو با چنگال کاملا سوراخ کنین و بعد روی بادمجون ها و سیر و گوجه رو با برس و روغن چرب کنین. این چربی باید خیلی کم باشه، اگر زیاد بشه بادمجون کبابی نمیشه. سوراخایی هم که روی بادمجون ایجاد کردیم باعث میشه که اون دود بادمجون، سوختگی بادمجون، عطر بوی دود تو خورد بادمجون بره. حالا توی فر داغ شده با آپشن گریل قرار میدیم تا کاملا کبابی بشه. از فر بیرون میاریم، به آرومی اینا رو به سینی دیگه منتقل میکنیم که داغ نیست. حالا بادمجون ها رو توی کیسه فریزر قرار میدیم یه یک ساعتی بمونه. تا اینکه به این صورتی که ملاحظه میکنین بشه. ببینین این رطوبت رو میبینین؟ این رطوبت حاصل از گرمای بادمجون توی این کیسه است. وقتی به این حالت برسه شما میتونین از کیسه بیرون بیارین، تمام بادمجونا رو که بیرون آوردین همینطوری که ملاحظه میکنین این قسمت رو که برش بدین، ببینین پوست این بادمجونا به راحتی بلند میشه و اصلا جدا کردن پوست از بادمجون شما عزیزان رو اذیت نمیکنه. حالا بادمجون رو از وسط یه برش میدیم. اگر احیانا دونه های درشت دار بهتره این دونه ها رو جدا کنیم. حالا بادمجون رو کاملا ساتوری میکنیم که ریز ریز خورد بشه و یک دست کاملا ساتوری کنیم. گوجه فرنگی هم مثل بادمجون ها پوستش رو جدا میکنیم و برش میدیم. دانه های گوجه فرنگی هم بیرون میاریم و بعد گوجه فرنگی هم کاملا ساتوری میکنیم. سیرم همینطوری که ملاحظه میکنیم یه برش میدیم. نگاه کنین عزیزان، به راحتی مغز سیرا بیرون میاد. در یک ماهیتابه مقداری روغن میریزیم، اجازه میدیم که داغ بشه و سیرا رو میریزیم توی ماهیتابه. کمی هم زردچوبه اضافه میکنیم و یه تفتی میدیم.
بعد از اون بادمجونایی که خرد کرده بودیم اضافه میکنیم. حالا گوجه فرنگی خرد شده و کمی نمک اضافه میکنیم. تمام مواد رو با هم مخلوط میکنیم. در ظرف رو میذاریم تا این مواد کمی پخته بشه و طعم اینا کاملا مخلوط بشه و اینا به یک انسجامی برسه. در آخر یه مقدار از این مواد رو کنار میزنیم و تخم مرغا رو میشکنیم. این لحظه بسیار بسیار مهمه. اگر تخم مرغ شما زیاد بپزه لطیف نمیشه، اگر کم بپزه لذیذ نمیشه. مخلوط کردنش هم مهمه، باید بذاریم یه کوچولو خودشو بگیره بعد مخلوط کنیم. اگه سریع مخلوط کنیم توی میرزا قاسمی اصلا دونه های تخم مرغ پیدا نمیشه. حالا توی ظرف مورد نظر میریزیم و تزیین میکنیم. تا داغم هست توی بشقاب بکشین و نوش جان کنین. نوش جون همگیتون.